خیلی زیادی اتفاقایی که برای من 4-5 سالی که در اونجا بودم همه چیز رو برای من دگرگون کرد. همه چیز رو داستانه امریکا اینجا من دوستانی داشتم که همکلاسی های سابقم بود که اینا رفتن به اول بعد میرفتیم مدرسه زبان که می‌رفتیم مدرسه زبان در یه مدرسه زبان اینا پیدا کرده بودن رفته بودن در ورمونت و یه کالجی هم بود سنت مایکلز کالج اونجا یه کالج یسوعیا بود ولی برنامه چیز داشتن آموزش انگلیسی داشتن بیشتر برای کانادایی ها از مونتریال اینا میمدن اونجا اونم بعد یه دهی هم از کشورهای دیگه میمدن تعدادی از جمله از ایران یعنی همون زمان که من اونجا بودم یه تعداد مثلا 30-40 نفری دانشجو ایرانی اونجا بود داشتن زبان میخوندن اونجا میمدیم یه دوره زبان میخوندیم و میمدن میخوندن و بعد میرفتن به دانشگاه هایی که چیز میکنن من وقتی اومدم اونجا باز از طریق یکی از دوستان در از یه دانشگاهی توی تگزاس، نورت تگزاس یونیورسیتی اونجا بود که گفتم من چون می‌خواستم روانشناسی بخونم اینا گفته بودن که به من اونجا هم تعلیم و تربیت هم روانشناسی اونجا دانشگاهش خوبه منم رفتم اونجا بعد از اینکه از ورمونت من رفتم اونجا و یک سال خورده ای هم اونجا بودم سه ترم و همین درس‌های مقدماتی و زبان و ادبیات و روانشناسی و اینجور چیزا اونجا بود که من متوجه شدم که چون درس‌های منطق و فلسفه و اینجور چیزهایی در ضمن چیزا گرفتم دیدم که نه من دوست دارم که برم تو همین رشته فلسفه و گفتم کورمال اونجا به هر حال انتخاب کردم رشته خودم رو و بعد یه تابستون اومدم و رفتم به یعنی یک سال که اونجا بودم باز از طریق یکی از دوستانم تو میگشتم رفتم سان فرانسیسکو اونجا وقتی که سان فرانسیسکو بودم خوشم اومد که برم دانشگاه اونجا سوال بکنم که من مثلا ببینم چه رشته هایی درس میدن چه چیزی ببینید شما خودتون میدونید اون زمان از طریق نه اینترنتی نه کامپیوتری نه چیزی اگه شما می‌خواستین یه دانشگاه رو حد اکثرش بعد می‌رفتین تو یک کتابخونه دانشگاه مثلا کاتالوگ یه دانشگاهی رو می‌دیدید و نگاه می‌کردید به کاتالوگ ببینید که آیا مثلا این درسایی که میدن مثلا استادایی که دارن دپارتمانشون چه جوریه اونا خیلی هم نمی‌تونستین شما از روی اونا بفهمید که چه جوریه بیشتر باید آدم میرفت به اون دانشگاه تا حضور پیدا میکرد تا میفهمید که اونجا چه جوری محیطش چه جوری استاداش چه جوری به همین دلیل من اون تابستون که اونجا رفته بودم نه برای انتخاب اونجا ولی چون رفته بودم اونجا در ضمنم رفتم اون دانشگاه سان فرانسیسکو و همونجا هم به اصطلاح اپلای کردم تقاضا کردم و اینا و بعد از یه مدتی هم قبولم کردن و منم نقل مکان کردم اومدم رفتم در سان فرانسیسکو و دیگه اونجا موندم تا لیسانسمو گرفتم و موندن من در سان فرانسیسکو اولا یه شهر بزرگ من قبلا مثلا یه شهر کوچیک بودم اینا اونجا دیگه یه شهر بزرگ بود یعنی دیگه قبلش هم که ورمونت بودم یه دهی بود دنیا ولی تو سان فرانسیسکو که رفتم اصلا دیگه اصلا عوض شد نه یه ده بود نه یه شهر کوچیک دانشگاهی و نه چیزی بود اونجا دیگه شهر یه شهر فرهنگی و دانشگاهش هم و چسبیده به برکلی و
حتی یه چیزایی که همونجا مثلا دانشجوها آرزوشو داشتن تو برکلی اونجا بهش میرسیدن با اشخاصی که میمدن میرفتن، چون هر کسی که میمد مثلا این چیزای اروپایی متفکرای اروپایی اینا وقتی که میمدن آمریکا، خب اگر به اصطلاح وست کوست میمدن حتما یکی از نقاطی که بهش سر میزدن سان فرانسیسکو بود و خب اینا هم دعوت میکردن سخنرانی ها و چیز اینا. یعنی من اونجا مثلا اریک فرام یا فردریک کاپلسن یه کسی دیگه بود که یه کانتیان معروف بود، اینا همه میمدن اونجا سخنرانی براشون میذاشتن. خب ما میرفتیم و اصلا محیط اصلا از طرف دیگه سان فرانسیسکو انقلاب فرهنگی که تحت عنوان کانتر کالچر در دهه 60 1960 یکی از مهمترین مراکزش چیز بود، سان فرانسیسکو بود. محله هایی که محله هیتشبری اونجا اصلا معروف بود و اتفاقاتش تو اون محله رخ میداد و کانتر کالچر به اصطلاح و تحول فرهنگی بود که داشت صورت میگرفت و در واقع آمریکا داشت پوست مینداخت. آمریکا نظر فرهنگی در دهه 60 پوست انداخت. دلیل اینکه ببینید شما جنگ جهانی دوم وقتی که چیز میشه یه فرهنگ میدل کلاس خاصی در آمریکا ادامه پیدا میکنه و دهه 60 دهه 1960 بود که این فرهنگ متحول میشه تو آمریکا. البته نه همه جا، ولی مرکز این کانتر کالچر یکی همین سان فرانسیسکو بود، خود نیویورک بود و تا حدود شیکاگو و لس آنجلس اینا هم بود، ولی عمدتا در این دو شهر نیویورک و سان فرانسیسکو. از جهات سان فرانسیسکو مهمتر از نیویورک بود. و هم ما در وسط این تمام این جریانات برای یه دانشجوی چیز فلسفه، رشته فلسفه، همطور با این کوران ها ما جلو رفتیم و چیز هم بود دیگه و سایکودلیک هم بود، یعنی مسکولین و چیزای سایکودلیک. به هر حال یعنی دنیا به یه صورت دیگری برای من و برای کسایی که در اون زمان، یعنی شما ببینید تیموثی لری که اون موقع خیلی معروف بود، این با همین جریانات سایکودلیک بود که به هر حال اون حوادث برش پیش اومد و بیرونش کردن از دانشگاه، ولی به هر حال شهرتش همین زمانی شد که اومد توی این خط که آرتور کوسلر وقتی که میاد به آمریکا، این توی خاطراتش تو یه مصاحبه کردم با آرتور کوسلر که میگه من وقتی که اومدم آمریکا رفتم پیش تیموثی لری و اونجا تیموثی لری بهش چیز میکنه یه مسکولین چیز نداشت و اینا، میگه آره به من گفتن که this was a bad trip، این تجربه همچین چیزی نبود که تجربه بدی بود که تو پیدا کردی. به هر حال میخوام بگم که اینا حوادث بیرونی بود، درونی که و اینا در اون زمان به هر حال مسائل عرفانی خیلی برجسته شد برای ما، دید ما نسبت به چیزا عوض شد و مسائل دینی، کتاب هایی که دیگه از همون زمان بود که
ما شروع میکرد مثلا کتابایی که اون زمان میخوندیم راجع به یوگا، راجع به زن بودیزم و راجع به تصوف. اولین کتابی که اصلا من تصوف اصلا کاری با تصوف مثلا من نداشتم، مثلا اسم تصوف اگرم به گوشم خورده بود اصلا من بهش توجه نکرده بودم. اولین کتابی که من درباره تصوف خوندم در آمریکا بود، در همین دهه در سال 1965 مثلا، یه کتابی بود ادریس شا نوشته بود. بعدا شنیدم که خیلی ها علاقهشون به تصوف از با خوندن همون کتاب شروع شده بود. مولانا مثلا از همون زمان بود که اسم مولانا و کتاب مثنوی اینا چیزایی بود که و توجه به شرق و عرفان شرقی، ادیان شرقی اینا مطرح شد و اینا چیز کمی نبود. اینا ببینید من جای فکر میکنم که اگر واقعا یه همچین اتفاقایی نیفتاده بود در غرب، به اصطلاح اون توجه به اسلام و به دین به خصوص در دهه اواخر دهه 40 و بعد دهه 50 در کشور خودمون پیدا شد رخ نمیداد. ببینید دو جور توجه به اسلام پیدا شد در دهه 40 و 50. یکی یه جور چیز سیاسی بود، به اسلام سیاسی بود که در واقع اون اسلامشون، اسلام سیاسیشون دست در دست مارکسیسم داشت، مثل آل احمد، مثل علی شریعتی، نمیدونم اینا. هر حال اسلام اینها یه اسلام چیز بود، سیاسی بود، دنبال معنویتی که یا عرفانی که در اسلام اینا نبودن. و این هم بعد از سال 42 و نهضتی که با آقای خمینی چیز شد و با اون شد. در ضمن من اینو بگم، من وقتی که چیز شد سال 42 بود دیگه، آره من حوادث رو در تلویزیون دیدم دسته ها و نمیدونم اینجور چیزا نشون میدادم. حالا یه تلویزیون شما فکر بکنید، مثلا تو چیز بودم، تو استودنت یونیون دانشگاه نارخوری و این چیزا، یه تلویزیون اون بالا مثلا و این حوادث رو نشون میداد و من اولین بار، آره یعنی من نبودم در ایران اون موقع. برای همچین اسلامی بعد از اون حوادث در ایران دوباره بعد مجاهدین از دلش اومد بیرون و مجاهدین خلق. و یکی دیگه بود که نه، یه توجه دیگری به اسلام پیدا شد که فلسفه اسلامی، به عرفان اسلامی اینا هم تو دهه 40 مورد توجه عده قرار گرفت که اینا زیاد هم کاری نداشتن با سیاست، با مسائل سیاسی و اینا. مثلا چیزایی که همون کربن مثلا در ایران، یا بعد دکتر نصر، یا مثلا همین چیزهایی که میگن ملاقاتایی که کربن و علامه طباطبایی مثلا داشتن اینا، بعدش یه توجه عمومی تری به مسائل عرفانی و اینا پیدا شد. و اصل اینا یه مقدار در خارج بود، بازتاب شعاعش می افتاد مثلا در، چون دهه 30 کسی، دهه 1330 کسی دنبال اصلا این حرفا نبود، اینا اینجور چیزا. موقع که ما دبیرستان می افتیم، دانشگاه می افتیم، وقتی هم من برگشته بودم، وقتی چیز میکردم، من یادم اصلا میگفتم این چیه، این خل شده مثلا، دنبال چی میره. مثلا میرفتم قم، خواستم ببینم مثلا قم چه خبره، فکر میکردیم که یه خبرای یه قم. و میگفتیم دنبال از آمریکا بلند شده اومده میره قم، من چه قم میره مثلا. و به هر حال
این نتایج همون اتفاقاتی بود که در دهه 60 در آمریکا این اتفاقا ادامه پیدا کرد. یعنی بعدش ما به یه واسطه یه طریقی چیز میکردیم با اون. شما ببینید مثلا این کتاب های کارلوس کاستانیدا Teachings of Don Juan، ببینید که این البته من دهه 70 در ایران خوندم، ولی خب این شخص در سال 1967 میاد میره مثلا چیز، خود اون نشون میده علایقی که اون زمان داشت در اشخاص پیدا میشود. موقعی که میخواستم برم آمریکا اصلا به این فکر نبودم که یه روزی برمیگردم. نمیخواستم برگردم. تو فکر این که من یه روزی به ایران برمیگردم نداشتم. رفتم مثلا دنبال یعنی اون چیزی که بهش نگاه میکردم چیز بود، آینده خودم بود، نه برگشتن به گذشته. حتی اینم میتونم بگم، من وقتی که برگشتم از آمریکا در سال 46، از سال 46 من برگشتم، وقتی من برمیگشتم، من از آمریکا رو که ترک کردم، من نیومدم که برگردم بیام به ایران. من میخواستم برم دنیا رو بگردم، خودم رو پیدا بکنم. حالا یه مدتی توی اروپا، کشورهای از این کشور به اون کشور، بعدم اومدم رفتم به ترکیه، از ترکیه با اتوبوس اومدم رفتم سوریه، و سوریه که رسیدم حالا من خوب نبود، یعنی هم خسته بودم، هم اعصابم خیلی حساس بود اون زمان. بعد از جنگ بود، جنگ دو سه ماه از جنگ سال 1967 گذشته بود و عرب ها هم شکست خورده بودن و کاملا خیلی سرخورده اینا. اونجا به من خوش نگذشت. اولا جا نتونستم درست تو سوریه پیدا بکنم، بعد از این آوارگی و اینا هم خسته شده بودم. چندین ماه بود همینطور از این شهر به اون شهر چمدونم دستم، و اون موقع هم مثلا به خصوص مثلا تو ترکیه اصلا قابل قیاس نیست با تو اتوبوس ها و یه داغون. از استانبول من اومدم رفتم قونیه، بعد از قونیه میمدم شهرهای اطراف و مثلا با اتوبوس میرفتم، همه میگشتم قبر فلانی فلان جاست اینطور. مثلا سوریه و علاقم این بود که برم مثلا قبر ابن عربی یا اینا، که میرفتم که رفتم. ولی حالا آوارگی یه خاطره که مثلا که واقعا منو کمی ناامید کرد از بودن در سوریه. خب باید من یه جایی رو میگرفتم، یه اتاقی چیزی تو یه هتل بودم، تو هتل که نمیتونستم مثلا دائم چیز بکنم. بعد گفتن که آره فلان جای چیز هست که ایرونی ها اونجا اتاق دارن، و ما هم رفتیم اونجا. بعد از در که وارد شدم، مثل همین خونه های قمر خانوم، یه صدایی از اون بالا گفت کیه، چیه، چی میخوای؟ گفتم که اتاق میخوام. گفت ما به عزب اتاق نمیدیم. اینم داستان ما شد. اونجا اومدم بیرون، هر کاری که میمدم بکنم یه جور بود که مثل این که در به روی من بسته است و من نباید اونجا باشم. خلاصه با وجودی که من اومده بودم سوریه مثلا در یک کشور اسلامی اینا اقامت کنم و بیشتر مثلا آشنا بشم با بعضی چیزا، قبل از اینکه بیام در
در سوریه. من موقعی که آمریکا بودم داشتم لیسانسمو میگرفتم در فلسفه، مکاتبه کرده بودم با دانشگاه آمریکایی بیروت. اون موقع هم نامه شما میخواستیم بنویسین، بعد نامه که مینوشتیم مثلا دو هفته سه هفته طول میکشید. من به تهران که مثلا میرسه که معمولا دو هفته طول میکشه، درست دو هفته طول میکشه نامه بیاد یا و نامه بره. اونجا هم همینطور، من نامه نگاری کرده بودم به دانشگاه بیروت که من دوست دارم بیام اینجا و فلسفه چیز بخونم، فلسفه اسلامی و این چیزا بخونم، فلسفه رو در یه کشور چیز بخونم، اسلام بخونم. اصلا جوابم نداده بودن و این چیزم داشتم. به هر حال اومدم در سوریه و نشد، درها بسته بود. من ناگزیر شدم که با وجود اینکه میخواستم یا بمونم اونجا یا بیام برم هند، هندوستان، ولی فکر ایران خیلی با هم نبود. به هر حال ناگهان تصمیم گرفتم بیام ایران و اومدم ایران و آمدم یه مدتی بمونم ولی دیگه موندم. Thank you.